بارم خدا با عرض سلام. با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 ماه سنبله سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. شکل گرفتن ائتلاف تازه انتخاباتی و اعلام این ائتلاف به زودی. دزدیده شدن بیشتر از $1,000,000 از این بانک از سوی یک کارمند دختر این بانک. واکنش های تند از انتخاب محمد نعیم ایوب زاده به حیث نماینده نهادهای جامعه مدنی در کمیته گزینش. هیچ خواست این کار بکنه و فشار از سوی حکومت بوده که آقای ایوب زاده شامل این کمیته شود. 2,000,000 شدن شماره پناهجویان سوری در جهان و امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری میان افغانستان و روسیه. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک ائتلاف تازه انتخاباتی شکل گرفته است و قرار است به زودی اعلام گردد. علی احمد جلالی، زلمه خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی، محمد حنیف اتمر، انوارالحق احدی و شمار از چهره‌های سیاسی دیگر این ائتلاف را خواهند ساخت و در معرفی نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری توافق خواهند کرد. در این حال احمد ضیا مسعود، رئیس جبهه ملی میگوید که قرار است برخی از چهره‌های سیاسی دیگر به ویژه میرویس یاسینی، گل‌آقا شیرزوی و عارف نورزی به اتحاد انتخاباتی احزاب بپیوندند. آنگاه در کار معرفی نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری توافق خواهند کرد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. با نزدیک شدن روزهای ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ائتلاف‌های تازه در حال شکل گرفتن هستند. قرار است به تازگی یک ائتلاف دیگر انتخاباتی شکل بگیرد و به زودی اعلام شود. علی احمد جلالی، یکی از چهره‌های سیاسی این ائتلاف، میگوید که از یک سال بدین سو با زلمه خلیلزاد درباره ایجاد یک ساختار ملی و گروه انتخاباتی گفتگوهایی داشته است. کسانی که ما صحبت میکنیم از یک سال به این طرف، دکتر سب اشرف غنی است، آقای اتمر است، حنیف اتمر، آقای احدی است و اکثر اشخاص دیگه است که ما در حال گفتگو و تماس و مذاکره است. در همین حال احمد ضیا مسعود، رئیس جبهه ملی و عضو بلندپایه اتحاد انتخاباتی احزاب، میگوید که قرار است برخی از چهره های سیاسی تازه با این اتحاد یک جا شوند. برادرایی که در صفحات جنوب و جنوب غرب زندگی میکنند و در قسمت های پکتیا و پکتیکا و همچنان برادرای جلال آباد کنر، اینا ان قریب یک مجلس بسیار کلان اینا هم جور میکنند و اونا میخواین که امرای ما بپیوندن. شخصیت های مثل گل آقا شیرزای، یاسینی صاحب، عارف خان نورزای و همه قسم برادرای دیگه که مربوط برادرای پشتون آمیشن، اونا بسیار زیاد تمایل دارن که امرای ما یک جای شوند و همه ما یک کاندید مشترک معرفی کنیم. رئیس جبهه ملی می افزاید که گفتگوهای اتحاد انتخاباتی احزاب با چهره های مطرح سیاسی دیگر به شمول زلمه خلیلزاد و علی احمد جلالی ادامه دارند. آقای خلیلزاد تا می چند روز هم با خود جنرال صاحب دوستم و برادرای دیگه هم و سر بعضی پرنسیبا که دایندی افغانستان چه نوع ساختارا باید به وجود بیاد قسمن به موافقه رسیدن، اما مسئله کاندید ارتباط مستقیم به شورای احزاب داره. بعد از اینکه مجلس برادرای جنوب و جنوب غرب هم جور شود، خدا بخواد که میشه که جلالی صاحب و خلیلزاد صاحب اینا هم اشتراک بکنن در این مجلس. با تمام شخصیت ها در تماس هستیم، اینکه نتایج صحبت ها و گفتگوها چی می باشد، هر چی باشد، چون تمام کوشش ها به خاطر رفتن به طرف یک انتخابات شفاف و سرتاسری است، ما ایره به خیر میدونیم. علی احمد جلالی نیز گفتگوها را با اتحاد انتخاباتی احزاب تایید می کند، اما می گوید که درباره برخی از مسائل به ویژه نظام ریاستی و پارلمانی تاکنون توافق نشده است. کمتر از 8 ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده است و تا 13 روز آینده با آغاز شدن روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان این ائتلاف‌ها و احزاب نیز شناخته خواهند شد. رئیس جمهور کرزای از مسئولیت خودش پس از پایان دوره ریاست جمهوریش نباید هیچ تشویشی داشته باشد. رهبر ائتلاف ملی با ابراز این مطلب میگوید که رئیس جمهور باید برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش ورزد. در این حال جبهه صلح و فلاح افغانستان به ائتلاف ملی پیوست.
در این باره طارق مجیدی گزارش دارد. رهبر ائتلاف ملی افغانستان خواهان تلاش‌های پیگیر برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف است و از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا نگران آینده‌اش نباشد و باید برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رأی بکوشد. ما نمی‌خواهیم خدا نخواسته رئیس جمهور کشور در آینده تشویشی داشته باشد از مسئولیت خود، از احترامی که به اونا می‌شود. هرچی واقع شد در چند سال گذشته خب یک مرحله بود. میخواهیم که با احترام و در مسئولیت رئیس جمهور امروز افغانستان که در روز امان رئیس جمهور گذشته میشه در افغانستان در بین مردم خود بسر ببرن. از سوی دیگر ائتلاف ملی افغانستان متحد دیگری پیدا کرد. جبهه صلح و فلاح افغانستان روز سه شنبه در کابل هم صدایش را با این ائتلاف اعلان کرد. تا اطمینان در کومه چه آینده به افراد و تفرید چه بعض سو محدود نفرو دیدن سو استفاده کوله په نام دی تاجک، ازاره، ازبک، بلوچ، پختون، تاتار او دی خپل جوبنه پیدا کول انشاءالله دا په دفتر ټولنه کې نوینم زه په دې مطمئن یم او تاسو زه اطمینان در کومه چې د نن ورځ نه دی خواته د صلح په لجفا د افغانستان ملي ائتلاف سره په یو اتحاد ټولو د وحدت لاس ورکړ او په یو اتحاد ټولو په یوه جبهه کې سره مدغم شو. رهبر ائتلاف ملی میگوید بدون برگزاری انتخابات راه دیگری وجود ندارد و برگزاری انتخابات را به گونه شفاف از مسئولیت های دولت میداند، اما میگوید مردم نیز باید از حقوقشان دفاع کنند و نگذارند تا از آرای آنان استفاده سو گردد. یک کارمند دختر در عزیزی بانک بیشتر از $1,000,000 این بانک را دزدید و به یکی از بانک‌های بیرون از کشور انتقال داده است. رئیس بانک مرکزی با تایید این خبر می‌گوید که این پول نخست به حساب یکی از نزدیکان این دختر در خود عزیزی بانک انتقال یافت و سپس در بانک دیگر در امارات متحده عربی انتقال داده شد. در این حال لویسارن ولی می‌گوید که این نهاد یک تن را که شریک جرم پنداشته می‌شود در بیرون از کشور شناسایی کرده است. صالحه صادق گزارش می‌دهد. دختری که بیشتر از 4 سال در عزیزی بانک کار کرده است در حدود $1,300,000 این بانک را به بانک دیگری در بیرون از کشور انتقال داده است و خودش همراه با خانواده‌اش از کشور فرار کرده است. رئیس بانک مرکزی میگوید که بیشتر این پول‌ها به حساب یکی از همدستانش در امارات متحده عربی انتقال یافته است و اکنون پرونده این رویداد در نهادهای عدلی و قضایی زیر بررسی قرار دارد. $1,200,000 نفت از بانک تقلبی به حساب اعضای فامیل کارمند بانک انتقال داده شده بود و از اونجا باز به خارج افغانستان بردن و بانک رو تعقیب کرده و همکاری مقامات عدلی و قضایی تا اندازه یا معلومات گرفته بودن که همون یک نفرش در پیاد مملکت بوده امارات بوده و یک قسمت زیاد پول او هم در امارات توسط این نفر انتقال داده شده. لویسارن ولی این خبر را تایید می کند و می گوید که شریک جرم این دختر در بیرون از کشور شناسایی شده است و تلاش ها برای برگردانیدن این متهم به کشور ادامه دارند. سخنگوی لویسارن ولی می گوید که بررسی های این نهاد نشان می دهند که این دختر پس از انتقال این پول ها به بیرون از کشور فرار کرده بود، اما اکنون این نهاد اطلاع یافته است که وی به کشور برگشته است. یک تن از کارمندان عزیزی بانک که از وظیفه خود سوء استفاده کرده و به مقدار $1,100,000 آمریکایی را به خارج از افغانستان به یک اکانت مشخص انتقال داده که این موضوع تحت بررسی اداره لسانوالی قرار داره، دوسیه انکشاف پیدا کرده و لسانوالی توانسته یک تن از شرکای جرمی از این خانمه که در خارج از کشور زندگی میکرد اونا را گرفتار و به زودترین فرصت به افغانستان انتقال میده. شمار از اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس نمایندگان میگویند که این پول که نزدیک به $2,000,000 میرسد از طریق سیستم سویفت به بیرون از کشور انتقال داده شده است. اطلاعی دریافت کردیم دقیق که کدام دختر خانم بوده، تقریبا $2,000,000 و بالاتر یا کمتر از اون به اساس روابط شخصی که کته رئیس عزیزی بانک داشته و طرف حمایت گستردش قرار داشته و ای برده.
گفته می شود که مسئولان عزیز بانک تضمین کننده این دختر بودند و این دختر چندین بار از سوی این بانک اختاریه نیف دریافت کرده بود. گفته می شود که پس از این رویداد در این بانک تغییرات به میان آمده است. دو کارمند ما بوده که اونا یک چند حساب و با قاربشان افتان کرده و پولا رو در اونجا انتقال داده بود و از اونجا پول کشیده بودن فرار کردن. وقتی که ما خبر شدیم و جنایی و سرانوالی و پلیس اندرپول به همه خبر دادیم، اونا اقدام کردن. در این صورت یک گروه بوده، تعداد اشخاص و افرادشان دزگیر شده، در دبی فرار کرده بود، اونجا هم دزگیر شده و یک تعداد در کابل دزگیر شده. رئیس اتحادیه بانک های خصوصی انجام چنین دستبردها را از سوی کارمندان بانک ها برخواسته از نبودی مدیریت توانا در بانک ها می داند. مسلماً اگر این پروسه دوام می کنه، این برای اعتبار بانک ها و برای اعتبار یک بانک مشخص هیچگاه خوب نخواهد بود. بنان یک تجربه هست، یک پند است برای همه بانک ها تا بتانند چقدر با تمام متدهای جدید مسئولیت سیستم بانکی رو با وجود بیارن. او معنیش یکیشی است که هر کس نباید به همه معلومات ها و به همه چیز دسترسی داشته باشه. رئیس بانک مرکزی میگوید که رهبری یک بانک مسئولیت دارد تا از پولهای سهامدارانش نگهداری کند، اما به میان آمدن چنین اختلاس ها بدنامی بزرگ برای نظام بانکی در کشور است. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی حضور محمد نعیم ایوبزاده را به حیث نماینده نهادهای جامعه مدنی کشور در کمیته گزینش اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نمی‌پذیرد. این گروه که بیشتر از 1000 نهاد جامعه مدنی نمایندگی می‌کند، می‌گوید که آقای ایوبزاده از سوی حکومت با کمیته گزینش به گونه سلیقه‌ای انتخاب شده است. این نهاد هشدار می‌دهد که اگر در گزینش نماینده نهادهای جامعه مدنی تجدید نظر نشود، این نهادها به نافرمانی مدنی در برابر حکومت دست خواهد زد. کریم امینی گزارش می‌دهد. برگزیده شدن محمد نعیم ایوبزاده به حیث نماینده نهادهای جامعه مدنی در کمیته گزینش اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در حدود 1200 نهاد جامعه مدنی را خشمگین ساخته است. پیش از این نادر نادری از سوی نهادهای جامعه مدنی به حیث نماینده این نهادها به کمیته گزینش معرفی شده بود، اما آقای نادری از عضویت در این کمیته صرف نظر کرد و کمیته گزینش اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی محمد نعیم ایوبزاده را به حیث نماینده نهادهای جامعه مدنی پذیرفت. کمیته گزینش خواست این کار بکنه و فشار از سوی حکومت بوده که آقای ایوبزاده شامل این کمیته شود. این نشان می‌دهد که این تصمیم حکومتی است، پس نماینده جامعه مدنی شده نمیتوند. نهادهای جامعه مدنی هشدار می‌دهند که اگر حکومت نماینده واقعی این نهادها را نپذیرد، به این معنا خواهد بود که حکومت می‌خواهد انتخابات را دور از دید نهادهای جامعه مدنی مهندسی کند. کمیته گزینش اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که آقای ایوبزاده در یک روند شفاف به حیث عضو در این کمیته برگزیده شده است. پیپا مسئول یا پیپا د نهاد نه چکم دغه اداره لري چې 1200 نفر دوستانو انتخاب کړم نادرسه چې په کامل احترام ورته لرم. ته مخکې دې نه چې مونږ تراشه انحراف کړو په مطبوعاتو کې، یو څوک د پاینده محمد حکمت په نوم مونږ ته معرفي کړ چې هغه پرون په دغه پروسه کې برخه لرله او دغه پروسه د انتخاب تر اخره صحنه چې د سلسله چې کتبی ال تلیکل شوی ده دا ټول تعقیب دله. په اخرو مراحلو کې د انتخاباتو د درشل نه لاړ او هغه دوه نفر چې پاتې و هغه ویل چې زمونږ دغه سړی د مدني ټولنې په نمایندګۍ ده. کمیته گزینش اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی 6 عضو دارد که یک عضو آن نماینده جامعه مدنی است. پیش از این در انتخاب اعضای پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات نیز نماینده جامعه مدنی حضور نداشت و این جامعه اختلاف نظرها را در این باره به اداره امور نسبت می‌دهند، اما اداره امور مداخله در این زمینه را رد کرده است. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرهاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
شماره پناهجویان سوری به بیشتر از 2 میلیون رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل در مورد پناهجویان هشدار می‌دهد که اگر بحران کنونی در سوریه ادامه پیدا کند، احتمال می‌رود که شماره پناهجویان سوری تا پایان سال روان میلادی به 3 میلیون افزایش شود. در این حال، سناتور جان مکن هشدار می‌دهد که اگر کنگرس آمریکا طرح کاخ سفید را در زمینه کاربرد گزینه نظامی در برابر حکومت سوریه رد کند، این کار فاجعه آفرین خواهد بود. افزایش روزافزون شمار پناهجویان سوری سازمان ملل متحد را سخت نگران ساخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در حال حاضر لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر میزبان پناهجویان سوری هستند و نیاز است تا این کشورهای میزبان برای فراهم ساختن خدمات بهتر به پناهجویان از سوی جامعه جهانی کمک شوند. زیرا رویدادهای کنونی در سوریه بدترین بحران پناهجویی را در 20 سال اخیر در جهان ایجاد کرده است. در همین حال سناتور جان مکین بر مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در سوریه تاکید می‌ورزد و می‌گوید که کنگره ایالات متحده آمریکا نباید طرح کاخ سفید را برای کاربرد گزینه نظامی در سوریه رد کند. رای دادن به ضد طرح کاخ سفید از سوی کنگره فاجعه بار خواهد بود، زیرا این کار می تواند اعتبار ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور این کشور را با خطر روبرو سازد. این گفته های جان مکین در حال ابراز می شوند که قرار است اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا پس از پایان رخصتی تابستانیشان در هفته آینده طرح کاخ سفید را برای کاربرد گزینه نظامی در سوریه به بحث گیرند. از سوی دیگر افزون بر فرانسه و ترکیه، قطر نیز از مداخله نظامی در سوریه پشتیبانی می کند. وزیر خارجه قطر می گوید که اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند وی تمامی مردم سوریه را خواهد کشت. با این همه رئیس جمهور سوریه با تازگی هشدار داده است که اگر غرب بر این کشور حمله کند جنگ در منطقه آغاز خواهد شد. نخست وزیر پاکستان بر پایان یافتن خشونت‌های قومی و سیاسی در شهر کراچی تاکید می‌ورزد. نواز شریف که امروز به شهر کراچی رفته است، قرار است فردا نشست ویژه کابینه ایالتی فدرال ایالت سند را رهبری کند و چگونگی پایان دادن به خشونت‌ها را در شهر کراچی به بحث گیرد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. همراهی من کنید. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. افغانستان و روسیه امروز در بخش‌های انرژی، معادن، کشاورزی، حمل و نقل، تحصیلات عالی و فرهنگ تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها در دومین نشست همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و روسیه در کابل امضا شدند. به گفته وزیر اقتصاد روسیه، در این بخش‌ها با افغانستان همکاری خواهد کرد. در این حال، یک توافق‌نامه خدمات هوایی میان مسئولان وزارت ترانسپورت و نوردی افغانستان و روسیه نیز امضا شد. شهلا مرتضایی گزارش می‌دهد. وزیر اقتصاد در دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان روسیه که در کابل برگزار شد، از روسیه می‌خواهد تا پروژه‌های نیمکاری آن کشور در افغانستان و نیز دیگر پروژه‌هایی را که پیش از این برنامه‌ریزی شدند، عملی سازد. وزیر اقتصاد از روسیه می‌خواهد اطلاعاتی را که آن کشور از معادن افغانستان دارد، در اختیار دولت افغانستان بگذارد. مونگ دی انرژی په برخه کې نوی سرمایه گذاری په مختلفو ساحاتو کې د دوی تجاران و سرمایه گذاران متشویق کړه چې په مختلفو برخو کې چې افغانستان هغه ظرفیتونه لري چې دلته باید سرمایه گذاری وشي په هغه برخه کې سرمایه گذاری وشي. او کوم پروژې چې مخکې جوړ سوي دي لکه نغلو، لکه نورو ځایو کې چې دا پروژې جوړ سوي دي، او یا په زراعتي برخه کې کوم برخه کې چې دوی مخکې کار کړی و، چون تخنیک دی هغوی په کار اچول شوی ده، د هغه په ترمیم کې او په توسعه کې دوی موږ سره همکاری کوي. شما بهتر میدانید که تمام این پروژه ها نیاز به منابع بزرگ مالی دارند. بنابراین ما با کمک های بانک های روسیه و نهادهای جهانی و ویژه بانک توسعه آسیایی، بانک اسلامی و دیگر بانک ها نیاز داریم. ما می خواهیم که برای دریافت این هزینه های بزرگ یک جا با هم تلاش کنیم.
به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، در نخستین نشست مشترک افغانستان روسیه که پیش از این در مسکو برگزار شده بود، تفاهم نامه های میان هر دو کشور امضا شده بودند. اما آن نشست نتایج قناعت بخش به دنبال نداشت. انتظار می رود که نتایج نشست دوم قناعت بخش باشد. کار پنج پروژه راهسازی و پلسازی در چهار ولایت کشور امروز از سوی وزارت فایده عامه به شرکت های خصوصی داخلی سپرده شدند. مسئولان وزارت فایده عامه میگویند که بر بنیاد این پروژه ها سه جاده بیرون شهری و دو پل در ولایت های کابل، کندوز، هلمند و کندهار ساخته خواهند شد. از سوی هم 11 پروژه حفظ و مراقبت جاده ها در پنج ولایت دیگر کشور به شوراهای محلی سپرده شدند. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 56 افغانی و 70 پول، یک یورو 74 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 880 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 544 افغانی. به حال سمیر رسا با تازه ترین رویدادهای ورزشی. تشکر شجاع. رویدادهای ورزشی تا لحظات دیگر تقدیمتان می شود. سلام دوستان، این همچند رویداد ورزشی. یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال کشور هشدار می‌دهد که هیچ کس حق مداخله در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان را ندارد. سرمربی تیم ملی فوتبال کشور به طلوع‌نیوز می‌گوید که ملی پوشان کشور برای پیروزی در برابر سریلانکا از روحیه خوب برخوردار هستند. این در حالی است که فردا تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دارش در رقابت‌های قهرمانی فوتبال جنوب آسیا در برابر سریلانکا به میدان می‌رود. این بازی ها به گونه زنده و قانونی از تلویزیون های طلوع و لمر پخش می شوند. پس از تمرینات امروز تیم ملی فوتبال کشور در نیپال، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در گفتگوی با طلوع نیوز اعلام کرد که برای رویارویی در برابر سریلانکا در ترکیب تیم ملی فوتبال کشور تغییر خواهد آمد. بازی دیروز مقابل بوتان از مشکلات میدان بود، مشکلات هوا بود، مشکلات خود باران بود و همچنان آمادگی خاص برای فردا گرفتیم. در همین حال آقای کارگر میگوید که به هیچ کس حق مداخله در تیم ملی فوتبال افغانستان دادن نخواهد شد. گرچه تبصره‌های بی‌مورد فیسبوکی و مردم در تمام دنیا مروج است، من به هیچ کس اجازه نمیدم که در امور تیم ما مداخله کنه. رقابت‌های قهرمانی فوتبال جنوب آسیا با حضور 8 کشور در نیپال برگزار شدند. کار ساختن تالار ورزشی میهن در غرب کابل به پایان رسید و امروز به بهره برداری سپرده شد. هزینه ساخت این تالار 150,000 دلار گفته شده است و سوی یک بازرگان پرداخته شده است. این تالار در گستره 608 متر مربع در منطقه دشت برچی کابل ساخته شده است. در این تالار ورزشی که گنجایش 150 تماشاگر را دارد، تیم‌های فوتسال و والیبال نیز ورزش می‌کنند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. این بود خبرات این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.